پس از گذشت بیش از دو هفته 26 اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد شامگاه شنبه در گلاسگوی اسکاتلند به پایان رسید. در روز پایانی این اجلاس نمایندگان 200 کشور برای نخستین بار توافق کردند که مصرف زغال سنگ به عنوان بزرگترین عامل تغییرات آب و هوایی را کاهش دهند. این در حالی است که در دوره‌های پیشین اجلاس تغییرات اقلیمی حرفی از سوخت‌های فسیلی به عنوان محرک گرمایش زمین بیان نشده بود. توافق آمریکا و چین در اجلاس آب و هوایی گلاسگو آمریکا و چین توافق کردند طی یک هفته آینده همکاری‌های خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش دهند. این توافق دو جانبه گامی مثبت در زمینه محدودسازی افزایش گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است، چرا که این دو کشور بزرگترین انتشار دهندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند. توافق به نفع درختان. بیش از 100 کشور که دارای 85% از جنگل‌های جهان هستند، متعهد شدند تا سال 2030 جنگل‌زدایی را متوقف کنند. پایان بخشیدن به جنگل‌زدایی راهی مؤثر در مقابله با تغییرات آب و هوایی است، زیرا درختان مقادیر زیادی دیوکسید کربن از اتمسفر جذب می‌کنند. کاهش متان. رهبران بیش از 100 کشور جهان توافق کردند تا سال 2030 میزان کنونی آزادسازی گاز متان را تا 30% کاهش دهند. متان یکی از قدرتمندترین گازهای گلخانه است، محرکی اساسی در تغییرات اقلیمی محسوب می شود. دامداری و دفع زباله اصلی ترین منابع تولید گاز متان هستند. کاهش زغال سنگ. بیش از 40 کشور شامل لهستان، ویتنام و شیلی که اصلی ترین مصرف کنندگان زغال سنگ هستند، با حذف تدریجی زغال سنگ موافقت کردند. اما هند در آخرین روز کنفرانس گلاسگو با پیشنویس قطعنامه پایانی این اجلاس در مورد حذف زغال سنگ مخالفت کرد. در پایان کشورها توافق کردند به جای کنار گذاشتن کامل زغال سنگ مصرف آن را کاهش دهند. زغال سنگ به تنهایی یکی از اصلی ترین عوامل سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی محسوب می شود. با وجود اینکه در کاهش استفاده از آن پیشرفت هایی حاصل شده، اما 37% از الکتریسیته جهان در سال 2019 از سوختن زغال سنگ تولید شد. در این اجلاس همچنین هند و ایران با حذف یارانه های سوخت های فسیلی مخالفت کردند. هند و ایران در کنار کشورهایی همچون چین، روسیه و عربستان بیشترین یارانه انرژی های فسیلی در جهان را ارائه می کنند. در اجلاس اخیر گلاسگو همچنین حدود 450 سازمان مالی که در مجموع کنترل 130 هزار میلیارد دلار را بر عهده دارند، متعهد شدند از توسعه انرژی‌های پاک پشتیبانی کنند. برخی کشورها، شهرهای بزرگ و تعدادی از شرکت‌های خودروسازی هم در حاشیه این اجلاس اعلام کردند تا سال 2040 از خودروهایی با سوخت فسیلی استفاده نکنند، اما آمریکا، چین و آلمان بزرگترین غایبان این توافق هستند. فورد، مرسدس، ولوو و جنرال موتورز از شرکت‌هایی هستند که عضو این پیمان شدند. در اجلاس گلاسگو از کشورها خواسته شد برنامه‌های خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی در راستای کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 را نهایتاً تا پایان سال آتی میلادی ارائه دهند. طبق توافقات اخیر، کشورهای ثروتمند باید کمک‌های مالی بیشتری برای کشورهای فقیر یا در حال توسعه که بیشترین ضرر را از تأثیرات تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند در نظر بگیرند. در حال حاضر میزان این کمک‌ها 100 میلیارد دلار است.